زیدان نامزد سرمربیگری خروس‌ها شد. سلام و وقت بخیر. رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه فاش کرد که زینیدین زیدان سرمربی کنونی ریال مادرید را برای هدایت تیم ملی فرانسه در نظر گرفته است. با من حکمت الله رمزی همراه باشید و جهت حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید و کانال همگام با ورزش را سابسکرایب کنید. با نقل از نشریه آیس انگلیس، فدراسیون فوتبال فرانسه اعلام کرد که او و همکارانش در فدراسیون فوتبال این کشور زینالدین زیدان را از گزینه‌های مورد نظرشان برای هدایت خروس‌ها پس از پایان کار دیدیدشان در این تیم انتخاب کردند. زیدان اواخر فصل گذشته به ریال مادرید برگشت و دومین دوره مربیگریش در تیمی که با آن قهرمان لالیگا و لیگ قهرمانان شد را آغاز کرد. او تا پایان فصل 2021-2022 با کهکشانی‌ها قرارداد دارد، یعنی همان زمانی که قرارداد دیدیدشان سرمربی تیم ملی فرانسه به پایان می‌رسد. لوگرایه درباره برنامه فدراسیون فوتبال فرانسه برای کادر فنی تیم ملی این کشور پس از پایان قرارداد دشان اظهار داشت. روزی که دشان تصمیم به رفتن بگیرد یا قراردادش تمدید نشود، اگر زیدان در آن زمان آماده باشد، او سرمربی تیم ملی خواهد بود. ما جام جهانی 2022 قطر را پیش رو داریم که دیدیدشان تا آن زمان هست و شاید هم بعد از آن بماند. من در حال حاضر نمیتوانم درباره اینکه در آن زمان چه اتفاق خواهد افتاد نظر بدهم. دشان که از سال 2012 هدایت تیم ملی فرانسه را بر عهده داشت و سال 2018 با این تیم قهرمان جام جهانی شد، ماه گذشته قراردادش را یک سال تمدید کرد و به این ترتیب تا پایان جام جهانی 2020 با این تیم خواهد بود. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. تعالی نگهدار.